تفاوت این فصل جنگ را با فصلهای دیگر افزایش عملیات‌های شبانه و عملیات‌های ویژه می‌سازد. چیزی که وزارت دفاع ملی امیدوار است که با ادامه این روش هراس افغانان را در تنگ نا قرار دهد. قطعات خاص ما، قطعات کماندوی ما، قطعات هوایی ما فشار برایشان زیاد آورده شده، بسیار پلان شده که از اینا استفاده شده تا ما بتانیم با مصرف کم، با وقت کم و با یک جستام کم بتانیم وظایف بزرگ اجرا کنیم. وزارت دفاع ملی آماز قرار گرفتن والی نامنهاد طالبان بغلان را در منطقه دند غوری شهر پلخمری یک آغاز خوب در عملیات های شبانه می داند. اگر در شب قسمت نصف شب آخر در این قسمت معلومات دقیق باشه، دشمن بسیار زود از بین برده می داند. به شرط ازی که معلومات بسیار دقیق باشه و راپور بسیار دقیق باشه، ولی نواقص هم داره. در کنار این، مجهز شدن بخش هوایی کشور با رادارها، جنگنده‌ها و جنگنده‌های شکاری از خواست‌های عمده هستند. نیروهای امنیتی افغانستان باید مجهز به سلاح‌های مدرن روز و ترانسپورت هوایی و طیارات بمب‌افکن و همچنان نیروهای خاص اردوی ملی را اینا باید کمک و تقویه بکنن و هم پرورشگاه و آموزشگاه اینها در پاکستان به صورت واضح و روشن به همه معلوم است. اگر واقعا میخواد خشک کند اینها را، درخت با یک شاخه بریدن خشک نمی شود، باید ریشه درخت از بین برده شود. بر بنیاد آمارهای وزارت دفاع ملی، در یک شبانه روز گذشته نیروهای هوایی 7 عملیات نظامی را انجام دادند و در نتیجه عملیات های شبانه در 5 ماه گذشته 5 زندان طالب آماج قرار گرفتند. 234 تن از زندان‌های طالبان آزاد شدند. نهانگاه‌های مهم طالبان در ولایت‌های هلمند، بغلان، کندز و ننگرهار نیز ویران شدند.